شاگردای عزیز سلام امید است که صحتمند باشین و به امید موفقیت ها و پیروزی های هرچی به شهر شما درس امروز خود آغاز میکنیم البته شما میفهمین که صنف هفتم هستین و مضمونی که میخوانین مضمون کیمیا میباشه یک مضمون عالی میباشه مضمون بدرد بخور میباشه و مضمونی میباشه که فعلا تمام دنیا بالای از این میچرخه و موضوعی که ما شما بالای صحبت میکنیم تعاملات اعتراقی میباشه درس هشتم میباشه صفحه 47 و 48 میباشه و فصل سوم میباشه البته شاگردای نازنین روی موضوع تعاملات اعتراقی ما شما صحبت میکنیم و مواد ما بر شما نشان میدم و شما بعدا بالایش فکر میکنیم پیش از اینکه ما شما بالای اهداف آموزشی صحبت کنیم اول یک مرور میکنیم برای بالای درس روز قبل خود و یا ارتباط درس امروز خود با درس قبلی ما ایرا ارتباط میدیم خوب بسیار خوب در درس قبلی ما و شما تعاملات جمعی را خوانده بودیم و گفتیم تعاملات جمعی تعامله می باشن که دو یا چند مرکب با هم ترکیب میشن و یک مرکب را می سازن که دارای خواص به کلی جداگانه یا علیحده می باشه مثلا ما و شما تعامل سودیم با کلورین نوشته کردیم که سودیم یک عنصر است کلور دیگر عنصر است با هم تعامل میکنن با هم تجمع میکنن یا با هم اتحاد میکنن و مرکب را میسازن که با کلی خواصش فرق داره و او را ما و شما به نام سودیم کلوراید یا نمک تعام که یک نمک کاملا شناخته شده به سوی جهانی میباشه این را تولید میکنن حالا میاییم بالای درس امروز البته در قدم اول ما اهداف آموزشی را بر شما میخوانم یا بر شما میگویم که زمانی که ما شما این درس را میخوانیم یا زمانی که ما این درس را بر شما میدم باید کدام اهداف دنبال کنیم و ختم در ختم درس ببینیم که آیا اینمی اهداف برآورده میشه یا نه و یا چیزی که ما بر شما میگم شما اینمی را یاد گرفته تانسین یا نتانسین خب بسیار خوب اهداف آموزشی شاگردان الی اخیر درس باید به اهداف ذیل نایل آید. یک، تعامل اعتراقی را تعریف و تعامل سودیم را با اکسیژن بنویسند. مفهوم تعاملات اگزوترمیک یا حرارت دنده را بدانند. تجربه را به صورت درست اجرا کرده بتانند. آره من یک سواله که بسیار ساده و مختصر از شما دارم. امید است که شما این سوال جواب بدین. زمانی که چوب در بخاری می سوزنیم، سوختن تیل در چراغ‌های تیلی، سوختن گاز برای تسخین و پخت‌وپز، فرض می‌کنیم کاغذ یا چوب و امثال از این، از نوع کدام تعاملات به نظر شما خود بید؟ یک دفعه پیش خود یک مشوره کنین برای نیم دقیقه، بسیار خوب، آفرین، کدام نوع تعاملات؟ تعامل اعتراقی می باشد، بسیار خوب. این حال پس زمانی که شما تعامل اعتراقی رو میفهمید ما هم یک تعریف بیشتر برای تعامل اعتراقی میگم تعامل اعتراقی چی نوع تعامله؟ میگیم عمل متقابل مواد ساده و یا مغلق کیمیایی با اکسیژن که همیشه بازاد شدن انرژی و حراره صورت میگیره از نوع تعامل چی میباشه؟ از نوع تعامل اعتراقی میباشه مثلا زمانی که ما زغال سنگ می سوزیم یا زغال چوب می سوزیم این طبعا دارای مواد کیمیایی می باشه پس انرژی کیمیایی خود به انرژی حرارتی یا انرژی نوری این می تواند یا تبدیل می کنه در این تعامل چی می کنه؟ در این تعامل هوا با کربن زغال سنگ یا زغال چوب تعامل می کنه و تبدیل به گاز کربن دی اکساید می شه که دقیقاً ما این ما شما این تعامل به نام کدام تعامل یاد میگیریم؟ به نام تعامل اگزوترمیک یا به نام تعامل حرارت دهنده ما شما این را یاد میگیریم. خوش شاگردای نازنین، حالا مواد ما بر شما معرفی میکنیم. بسیار خوب، متوجه باشین. آفرین، گاز نشان میدیم، بالون گاز.
زغال سنگ، زغال چوب، یک توتی کاغذ و امثال از این. پس میگریم آره خو سوختاندن زغال چوب یا زغال سنگ یک کم مشکل است، فقط اون موادی که به طور ساده و آسان میسوزن این را ما شما تجربه میکنیم. پس میگریم بالون گاز رو میگیریم، این را گوگت میزنیم، این یک تعامل احتراقی می باشد. بالون اینجا می مانیم. بعدا چی می کنیم؟ یک توتا کاغذ در پنس محکم می کنیم و این را گوگت می داریم. می بینیم که آیا این واقعا در می گیره یا نمی گیره. در گرفت یا نه؟ دیگه نه؟ بسیار خوب. البته این تعاملات حرارت دهنده بودن. خب مثلا ارگاه ما این شکل مد نظر بگیریم، در این شکل تعامل احتراقی کربن با اکسیژن بر ما نشان میده. مثلا زمانی که شما زغال پکه میکنین و تازه میکنین، این حالت شما میتونین ببینین. یا زمانی که چوب در بخاری میمانین، زغال سنگ در بخاری میمانین، زمانی که لمبه میکنه و آتش میگیره، شما این حالت را میبینید. دیگه آله ما و شما یک موضوعه که بسیار جالب و بالش کار میکنیم. خب پیش از اینکه سودیم را نشان بدیم، یک دفعه بالای سودیم یک کمی ما و شما صحبت میکنیم. سودیم به چه شکل میباشه؟ به شکل جامد میباشه و این را معمولا در بین بوتل های نصفاری، یعنی بوتل های نصفاری که بینش دارای تلخاک می باشه، ایره معمولا محافظه می کنن یا نگهداری می کنن. چرا؟ برزی که سودیم یک فلز فوق العاده فعال می باشه، 6 ساعت یا بشقابه که می مونیم و در بینش کاغذ فلتر قرار می تیم. چرا کاغذ فلتر قرار می تیم؟ برزی که زمانی که ما و شما یک دوتا سودیم از بین بوتل می کشیم، بالایی قرار میتیم، سودیم به این شکل ببینید. البته این سودیم میباشه که رویش اکساید پوشانده یا زنگ زده. این را بالای کاغذ فلتر قرار میتیم تا ای که تل خود سودیم توسط کاغذ فلتر جذب شده. وقتی که این جذب شد، آره این را قطع میکنیم. یعنی زمانی که اگر ما سودیم در مقابل اکسیژن قرار میدیم، تعاملش فوق العاده بطی میباشه که او تعامل معمولا ما و شما به نام تعامل اکسیدشن یاد میکنیم. اما زمانی که ما و شما این را قطع میکنیم، اما جلای فلزی سودیم دیده میتونیم و اون وقت که بعد از یک ثانیه یا دو ثانیه دوباره روی فلز سودیم مکدر میشه و این قسم می باشه که سودیم مجددا امرای اکسیژن تعامل میکنه و تشکیل سودیم اکساید میکنه. این حال میره قطع میکنم، میره قطع میکنم و شما جلایش رو ببینید. متوجه باشین که زود ببینید، بعدی که آنن دوباره این مکدر میشه. ببینید سودیم یک فلز نرم است، توسط چاقو و اشیای برنده موشای ما میتونیم که ایره چه کنیم؟ ایره قطع کنیم. دیدین شاگردای نازنین؟ دیدین؟ آفرین، نام خدا. چی رنگ است؟ رنگ نقره‌ای جلادار میباشه. و میبینین که به زودترین فرصت روی امی طبقه نقره‌ای جلادار مکدر میشه. الاشی میباشه که سودیم امرای اکسیژن ترکیب میشه و تشکیل سودیم اکساید میکنه. انشالله دیده شد؟ همگی تان فهمیدین؟ خب، انشالله خیره فهمیدین نه؟
اینا مینم یک مدل اگر که من برای زی نوشته میکنم مدل ساده است، مدل آسان میباشه، این من برای شما نوشته میکنم، شما در کتابچه‌ای را حتما یادداشت میکنه. خب بسیار خوب، متوجه تخته باشین. بسیار خوب، همگی متوجه تخته. سودیم سمبولش Na. سودیم در طبیعت به کدام حالت پیدا میشه؟ با حالت جامد. جامد. امروی چی تعمل میشین؟ طبعا امروی اکسیژن. اکسیژن هم در طبیعت به کدام حالت پیدا میشه؟ با حالت گاز. بسیار خوب. اینه تعمل میشین. وقتی که تعمل میشین، روش چپشان اکساید سودیم یا سودیم اکساید. پس نوشته میکنیم Na2O. باید بعدا ما شما بالای از این صحبت بکنیم. حالا فقط اینه مقدر نوشته میکنیم. نامایش رو نوشته میکنم. سودیم جمع اکسیژن زمانی که با هم تعامل میکنن سودیم اکساید میسازه. یا به اصطلاح ما و شما زنگ میسازه، نه؟ زنگ سودیم هم میسازه یا تولید میکنه. اینو من یک دفعه دیگه برای شما میخوانم. هرگاه گفتیم سودیم در موجودیت اکسیژن قرار گرفته، با اکسیژن تعامل میکنه مگر حرارت زیاد تولید نمیکنه. این تعامل ما به نام چیات میکنیم؟ به نام تعامل اکسیدشن یاد میکنیم. تعاملش بسیار بطی میباشه، اما زمانی که سطح جدید قطع شده فلز سودیم در تماس هوا قرار بگیره، یعنی زمانی که ما سودیم قطع کردیم، شما جلایش رو دیدیم، هرگاه اینمی جلای شما در موجودیت اکسیژن هوا قرار بزین، این به سرعت تعامل میکنه، شما دیدین، و در نتیجه سودیم اکساید میساز. البته این تصاویر که میبینین زنگ زدن سودیم در موجودیت اکسیژن هوا میباشه که دوار یک توته یا یک کلوله میباشه، اما زمانی که قطع میکنیم ببینین رویش امی جلای فلزی نقره مانندش به وجود میاد یا تولید میشه و به زودترین فرصت این چه میشه؟ این مکدر میشه. شما نگفتین من را که این مدل را توضیح کن. چرا؟ برای که ما هر مدل که نوشته میکنیم باید مدل خود چی کنیم؟ مدل را توضیح کنیم. توضیح بسیار ساده و آسانه. خب شروع میکنیم. گفتیم در تعاملاتی که اکسیژن وجود داشته باشه یا هیدروژن یا نیتروژن باشه یا به اصطلاح عمومی گاز باشه، ما میتونیم از روی تعداد اتم های گاز مدل را توضیح کنیم. اما اگر اکسیژن وجود نداشت یا هیدروژن یا نیتروژن وجود نداشت، ما میتونیم از روی دیگه اتم ها چه کنیم؟ اینه توضیح کنیم. اما در اینجا اکسیژن داریم. اینجا چند اتم اکسیژن داریم؟ چند اتم؟ دو اتم. بسیار خوب. اینجا چند اتم؟ یک اتم. پس ما مجبور هستیم که چی کنیم؟ ما مجبور هستیم که اکسیژن سودیم اکساید ضرب دو کنیم. یعنی دقیقاً ما چی میکنیم؟ دقیقاً اینو می دور انتقال میدیم، اینجا میاریم نشا میکنیم. وقتی که دو نوشه کردیم، تعداد اتمای اکسیژن به دو طرف معادله برابر میشه. دو اتم اکسیژن اینجا داریم، دو اتم اکسیژن اینجا داریم. چرا؟ برای اینکه این دو هم شامل سودیم میشه و هم شامل اکسیژن میشه. دو اتم اکسیژن شد و تعداد اتمهای سودیم ما چند اتم شد؟ ببینید، دو دو چهار. در حال که ما اینجا چند اتم سودیم داریم، اینجا یک اتم داریم. فوراً چهار میگیریم، چی میکنیم؟ اینجا نوشته میکنیم معادله چی شد؟ معادله توضیح شد. بسیار خوب. معادله رو انشاءالله فهمیدین؟ بسیار خوب. کس نیست که نفهمیده باشه؟ همگی فهمیدین؟ آفرین، نام خدا، دخترای لایق. خب این حال یک ارزیابی میکنم. خب تعامل اعتراقی چی نوع تعامل میباشه؟ بسیار خوب. تعامل میباشه که مواد مغلق یا ساده کیمیاوی با هم با اکسیژن هوا ترکیب میشه
و یک مرکب جدید می‌سازه کلمه تعامل برام تعامل یاد می‌کنم به نام تعامل اعتراقی یاد می‌کنم. خب بسیار خوب شاگردای نازنین، یک سواله که دیگه به ارتباط ارزیابی درس جدید شما می‌کنم. خب به نظر شما زمانی که سدیم امرای اکسیژن تعامل می‌تین، آیا این یک تعامل اعتراقی می‌باشه یا نه؟ کی میگه تعامل اعتراقی است و کی میگه که نیست؟ خب شما بگید. بسیار خوب شکیبا جان. خب شکیبا جان بگه زمانی که سدیم امرای اکسیژن معامله میکنیم یا تعامل می‌تین، این صورت تعاملش کم می‌باشه، یعنی تولید حرارت نمیکنه و این تعامل ما به نام تعامل چیات میکنیم؟ به تعامل به نام تعامل اکسیدیشن یاد میکنیم که بعدا در صورت بالاتر شما ما بالای موضوع اکسیدیشن صحبت میکنیم و این را میفهمید. و هرگاه خب نازنین جان بگو، زمانی که ما سدیم قطع میکنیم درخشندگیش شما میبینین، بچه شما دیدین و دیدین که به زودترین فرصت این مکدر شد، علت چی میباشه؟ بسیار خوب میگن که علت چی میباشه که دوباره روی از این چی میباشن؟ اکسیژن، یعنی اکسیژن در اینجا عمل میکنه، سدیم امرای اکسیژن دوباره تعامل میکنه و سدیم اکساید میسازه که البته ما شما بر روی معادله ای را نوشته کنیم بیره توضیح کنیم. بسیار خوب، حال داخلین دقایق ساعت درسی قرار داریم و ما مجبور هستم که بر شما یک کارخانگی بسم. کتابچه‌هایتان را بگیرین، امرای قلم‌هایتان حتما کلکی دارین. آفرین. خب سوال اول، آیا تعامل اعتراقی را در حیات روزمره ایتان دیده اید یا نه؟ اگر دیدین این را نوشته میکن. از بین خانه گرفته تا دکانهای مستری تا خرمنهای گندم و تا جنگلاتی که در جهان در میگیره، شما یاره یادداشت میکنین؟ سوال دوم، سوختن جنگلات از کدام نوع تعامل میباشه یا خواهد بود؟ ایره من قبلا هم بر شما گفتم نوشته میکنین. و سیومش، بعضی اوقات آتش گرفتن ورکشاپ های موتر، خرمن ها و یا کادان ها از کدام نوع تعاملات خواهد بود؟ کل از ایره من بر شما گفتیم، دوباره شما اینه میاره در کتابچه‌هایتان چی میکنین؟ به حل سوالات میپردازین و در کتابچه‌هایتان ای را چی میکنین؟ یادداشت میکنین. خب این بود شاگردای نازنین، دخترای مقبول درس امروزتان. خدا کنه که همیشه فرا گرفته باشین و به امید از اینکه درس‌های بعدی رو خوبتر بتانین یاد بگیرین و فرا بگیرین، موفقیت های هرچه بیشتر شما رو میخوایم، به امید پیروزی های هرچه بیشتر شما. خداوند نگهدار و حافظ شما باشه. خدا حافظ شاگردای نازنین. خدا حافظ.